بله، با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشان که این افتخار رو به من میدن که با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. اول از همه برنامه رو با شعار همیشگی برنامه که محبت را جهانی کنیم شروع میکنم. عرض کنم حضورتون، بعد از این مریم بانوی وینی تشکر میکنم که باز محبت کردن، تلفن کردن، خیلی محبت کردن، بی نهایت ازشون متشکرم. بعد عرض کنم حضورتون، امروز صبح که بیدار شدم رفتم روی ایران پرس نیوز یه نگاهی بکنم ببینم چه خبره در دنیا. یه خبری خوندم که عجیب دلم گرفت و اصلا امروز صبح من کلی گریه کردم، و اونم خبری بود که تجاوز به یک دختر 3 ساله. باز هم جای شکرش باقیه که طرف بعد از تجاوز دخترک رو رها کرده، نکشتتش. ولی خدای نکرده ما اشرف مخلوقاتیم، چرا باید این همه کجاش؟ هیچ حیوانی همچین کاری نمیکنه که ما اشرف مخلوقات میکنیم. بعد یه خبر دیگه هم هفته پیش خوندم، اونم توی ایران پرس نیوز، توی مسابقه فوتبالی که در تبریز قرار بوده انجام بشه، این همیهنان عزیز من رفتن فرودگاه، میخواستن بازیکنهای تیم مقابل کتک بزنن، هرچی از دهنشون بد و بیراه اومده گفتن، فوش دادن، فحاشی جلوی زن و بچه مردم، اونم فوشای رکیک. آخه یه بازیه، حالا تیم تو برنده نشد که نشد، تیم من برنده نشد که نشد، یک بازیه، چرا باید به فحش و کتککاری برسه؟ آخه خدای نکرده ما انسانیم، هرچند که هنوز انسانیت نداریم، ولی باید سعی کنیم که داشته باشیم. نزاع و جدال شأن درندگان عرضه، نه شأن انسان. زبان برای ذکر خیر من است، آن را به گفتار زشت میالایید. این تو آذربایجان اتفاق افتاده. حضرت زرتشت 5000 سال پیش در آذربایجان زندگی میکرده، حضرت مهاباد در آذربایجان زندگی میکرده. 5000 سال که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک شعار ایرانی ها بوده. آخه فحش دادن و کتک زدن کجاش به گفتار نیک و کردار نیک میخونه؟ باز هم زرتشت فرمود من برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمیکشم، بلکه شمع روشن میکنم. برای همینه که منم خدمتتون عرض میکنم محبت را جهانی کنیم. اینم یک شمعیه که من روشن میکنم، وگرنه با دستگیری اون موجود متجاوز و اعدامش و زندانش چیزی عوض نمیشه. ما خودمون باید به سوی انسانیت بریم. خب من خیلی چیزا از این پیر خراسانی یاد گرفتم. 15 سال من با ایشون آشنا هستم. اون موقع که برای پیوند می نوشت، بنده ایشون رو پیر مرشد خطاب می کردم. خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. من جمله این که اعلام کنم امروز سه‌شنبه 8 ماه اوت 2017 مطابق با 17 مرداد 1396 363 برنامه از 8 سال این برنامه بهداشت عمومی را از شهر زیبای کبک
در استان کبک به حضور شما هم میهنان عزیز در حضور شما هم میهنان عزیز اجرا میکنم. بله، سعی کنیم محبت رو جهانی کنیم. طبق بعدم با قول خراسانی عزیز، طبق معمول حفهاتی، چند تا از بانوان شهیر ایرانی رو خدمتتون معرفی میکنم. این بانوان شهیر ایرانی این دفعه را هم از صفحه انترنتی مجله شهروند تورنتو چش رفتم. بخش هفتم، ما از بخش نهم شروع کردیم، پس پسکی داریم میریم تا بخش اول. نوشته خانم آزاده داوودی، بنده ایشون رو نمیشناسم، دختر خاله منم نیست، ولی ایشون نوشته، باید معرفیش کنم. اولین بانویی که ایشون معرفی میکنند، اینه در اولین کنفرانس زنان ایرانی کانادایی در تیرگان بودن. اولین بانو خانومی است به نام ندا نوبری، در سال 1978 در سن 15 سالگی از ایران به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. او در سال 1984 با مدرک لیسانس علوم رایانه از دانشگاه ایالتی SF فارغ التحصیل شد و توانست در سال 2015 فوق لیسانس خود را از کالج دارتموت در رشته مطالعات لیبرال دریافت کند. تحقیقات فوق لیسانس خانم نوبری متمرکز بر تقاطع دیاسپورا و هویت فرهنگی زنان ایرانی آمریکایی است. او از سال 1985 تا 2006 به عنوان مدیر و معاون فروشگاه بیبی فعالیت کرده و سپس بنیاد ندا نوبری را تأسیس کرد و به عنوان بنیانگذار و مدیر عامل نوبری این بنیاد خصوصی را در جهت حمایت از سازمان‌ها و ابتکارات مرتبط با هنر، فیلم و آموزش در زمینه عدالت اجتماعی و آگاهی فرهنگی هدایت می‌کند. ندا نوبری در سال 2016 مرکز مطالعات دیاسپورا ایرانی را در SFSU تأسیس کرد. علاوه بر حمایت‌های بشردوستانه، نوبری همچنین در هیئت مدیره بنیاد دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، مرکز آموزش زبان و آموزش فرهنگی گلستان، دیاسپورا آرت کانکشن و مرکز ردفورد فعالیت میکنند. این هم عکس این بانوی موفق ایرانی و فعال ایرانی. آقای بهبانی دو بار به من توضیح دادن، گفتن این عکس ها رو من برای ایشون بفرستم، ولی به جدم اصلا وقت نمی کنم. اگه من به شما بگم مثلا اینو دیشب ساعت 1 صبح چاپ کردم، دیگه خودتون بدونید که وقت، حوصله و انرژی که عکس رو کپی کنم برای ایشون بفرستم نبوده. ولی انشالله اگه یه موقع عمری باقی بود این کار رو خواهم کرد. بانوی بعدی خانم رودی بختیار، در سال 1996 به CNN پیوست و در طی 9 سال خدمت در این شبکه خبری در برنامه‌های گوناگونی از جمله CNN Headline News Tonight فعالیت کرد. او به عنوان یکی از خبرنگاران CNN در زمان نامزدی این شبکه خبری برای جایزه امی و به عنوان خبرنگار اختصاصی برای آندرسون کوپر 360 کار می‌کرد. او همچنین به عنوان گزارشگر خبری در برنامه‌هایی از کشورهای متعدد اروپایی، آفریقا، خاورمیانه، از جمله رواندا، اتیوپی، آفریقای جنوبی، ایران، اسرائیل و فلسطین گزارش تهیه کرده است.
رودی بختیار همچنین شروع پوشش اخبار هدلاین نیوز سی ان ان از حملات 11 سپتامبر را آغاز کرد. او سی ان ان را پس از تقریبا 10 سال فعالیت برای مراقبت از پدر در حال مرگش ترک کرد. بختیار در ماه ژانویه سال 2006 به عنوان خبرنگار به کانال فاکس نیوز ملحق شد و گزارشات مربوط به خبرهای مهم بین‌المللی مانند نشست احمدی نژاد و المالکی در تهران در سپتامبر 2006 و محاکمه و اعدام صدام حسین در آن سال را گزارش کرد. در سال 2007 فاکس نیوز قرارداد خود را با بختیار پس از شکایت به دلیل ادعای آزار جنسی متوقف کرد. در سال 2008 بختیار شغل خود را تغییر داد و این عکس این بانوی ایرانی است و عنوان نخستین مدیر روابط عمومی Public Affairs Alliance of Iranian American شروع به فعالیت کرد. این سازمان به این منظور تأسیس شد تا به عنوان یک صدای فراگیر در عرصه عمومی و سیاسی ایرانیان آمریکایی ایفای نقش کند. بختیار در این سمت مستندهای کوتاهی با نام پروفایل ایرانی‌های آمریکایی تهیه کرد که درباره زندگی ایرانیان آمریکایی موفق بود. او همچنین برنامه دست به دست دادن مشعل موفقیت Passing the Torch of Success را در این سازمان ایجاد کرد. بعد این را هم از همین سایت شهروند کپی کردم، یا به زبان اصیل فارسی کش رفتم. نوشته آقایی است به نام حسین خلیلی صفا درباره بانوی ایرانی سوئدی برنده جایزه معتبر ریاضی اروپا شد. سارا زاهدی نام ریاضیدان جوان ایرانی سوئدی است که اخیراً موفق شده تا جایزه معتبر انجمن ریاضی اروپا را از آن خود کرد. این جایزه هر 4 سال یک بار به ریاضیدانان جوان اروپایی تعلق می‌گیرد. این عکس این بانوه. بله، زاهدی بیشتر به دلیل تحقیقات خود روی توسعه سیستم شبیه ساز رایانه‌ای برای رفتار مایعاتی که با یکدیگر مخلوط نمی شود شناخته می شود. خانم زاهدی به عنوان یکی از 10 برنده زیر 35 سال این جایزه تنها بانویی است که موفق شده تا امسال این جایزه را به خود اختصاص دهد. سارا زاهدی از جمله 9 خانمی است که موفق شده تا این جایزه را که اهدای آن از سال 1992 شروع شده تصاحب کند. خانم زاهدی با عنوان جایزه مبلغ 5000 یورو دریافت خواهد کرد. سارا زاهدی متولد تهران است و پدر خود را در جریان انقلاب اسلامی از دست داده است. زاهدی در 10 سالگی توسط مادر وی راهی اروپا و کشور سوئد شده است. زاهدی در خصوص روزهای اولی که به سوئد رفته بود چنین میگوید: من در اینجا دوستی نداشتم و اصلا با زبان سوئدی آشنا نبودم. ریاضی زبانی بود که من آن را متوجه میشدم. در کلاس‌های ریاضی من میتوانستم با همکلاسی‌های خود ارتباط برقرار کرده از طریق حل مسئله های ریاضی دوستان جدیدی را پیدا کنم. بعد تخصص زاهدی در زمینه آنالیز اعداد است که کاربرد آن در بهینه‌سازی و بالا بردن صحت انجام شبیه سازی های رایانه‌ای است. همونطور که اشاره کردیم و موفق شده تا شبیه سازی را برای مایعاتی که با یکدیگر مخلوط نمی شوند توسعه دهد. از جمله این مایعات می توان به آب، نفت و گاز اشاره کرد.
نتیجه تحقیقات زاهدی می تواند در کاهش خطرات زیست و محیطی ناشی از پخش شدن قطرات نفت بسیار مؤثر واقع شود. بله. وی در گفتگو با مجله پلاس تحقیقات خود را چنین تشریح کرده است: مردم نمیخواهند تا نفت شناور روی آب دریا به خشکی برسد. از این رو با استفاده از سرفکتنانت های متعددی به حل نفت در آب اقدام کنند. مسئله اینجاست که افراد درکی از تغییرات ایجاد شده در آب اقیانوس و دریاها ندارند و نمیدانند برای مثال چه بر سر زندگی موجودات زیر آب می آید. با استفاده از این شبیه سازی می توان عملکرد این مایعات را به راحتی شبیه سازی کرد. خب این بانوی عزیز ریاضیدان، جایزه این بانوی عزیز ریاضیدان جوابی بود و اون جنابی که گفتش که بچه داری که احتیاج به حساب انتگرال نداره، این جوابش بود. خب بریم سر برنامه بهداشتی امروزمون. عرض کنم حضورتون یک دوست عزیزی دارم که ایشون 35 سال در آمریکا کار میکرد و دیابت داشت و بعد از 35 سال رفت ایران. با اینکه میدونست دیابت داره، حملات چپ و راستی به رولت و شیرنی های خامه‌ای و هر چی که از دستش برمی اومد میکرد، تا بعد دچار مشکلات زیادی شد، به طوری که یک هفته در بیمارستان بستری بود. مشکلات چشمی، مشکلات رگهای پا، و خب حالا دوباره برگشته آمریکا، شاید به اندازه کافی دسترسی به نون خامه یا رولت نداره، ولی با این که میدونه چه بلای سر خودش میاره، باز هم واقعش خودتو میدونی. خب چون ایشون مشکل چشمی داشتن، برنامه امروز من درباره رتینوپاتی دیابتی انتخاب کردم. اگر شما از دیابت شیرین رنج میبرید، چون دیابت بیمزه هم داریم، نشان دهنده این است که بدن شما نمیتواند به درستی گلوکوز را جمع و یا مصرف کند. با گذشت زمان دیابت به عروق خونی شبکیه، که به فرانسه بهش میگیم رتین، شبکیه چشم، و منطقه عصبی که به نور حساس است و در پشت چشم قرار دارد و تصاویر را به مغز میرساند، صدمه میزند. صدمات وارد شده به عروق شبکیه بر اثر بیماری قند را رتینوپاتی دیابتیک میگوییم. عرض کنم حضورتون اعصاب پشت چشمی که به مغز میرن، تا زیر مغز میرن، اصلا اینها به نظر من که ارزشی هم نداره نظر علمی، اصلا جزوی از مغز، چشم جزوی از مغز ماست، یک زائده از مغز ماست که از کاسه سر اومده بیرون. رتینوپاتی غیر تکثیری، دو جور رتینوپاتی داریم، یکیش غیر تکثیریه، یکیش تکثیریه، که به اون رتینوپاتی عمق چشم هم میگن، مرحله اولیه رتینوپاتی دیابتیکه. در این مرحله عروق نازک شبکیه صدمه دیده و اجازه میده که خون یا مایع از اونها نشت کنه. میدونین که مویرگ ها حتی اگر از یک ردیف سلول هم تشکیل شدن، معمولا اینها امپرمابل هستن، یعنی جدار داخلی اجازه نمیده
که اون مایعات داخل خون یا حتی گلوبول ها اینها ازش خارج میشه. بله، وقتی که خون یا مایع از اونها نشت میکنه باعث میشه که شبکیه نرم بشه و یا تولید رسوباتی به نام اگزودا تولید کنه. وقتی اغلب دیابتیک ها دچار رتینوپاتی غیر تکثیری متوسط هستند که معمولا بر روی دید اونها اثری نداره، وقتی مشکل بینایی ایجاد میشه که پرده شبکیه متورم شده و یا دچار ایسکمی شده باشه، دچار کمخونی شده باشه. تورم شبکیه و ایسکمی یا کمخونی در این حالت در مرکز شبکیه که محل کوچکیه و به اون ماکولا یا مرکز دید میگویند متورم و زخیم میشه. این مرکزیه که باعث میشه ما اشیاء رو به طور بسیار دقیق ببینیم. این زخامت که بر اثر مایعات خارج شده از عروق خونی شبکیه تولید میشه علت اصلی کمبود دید در بیماران دیابتیه. این کمبود دید میتونه متوسط یا شدید باشه، اما حتی در مراحل شدید هم بیمار میتونه این قسمت‌های چپ و راست رو ببینه. درمان با لیزر کمک به کنترل کمبود دید بر اثر تورم شبکیه میکنه. درمان‌های جدیدی تحت مطالعه است. کمخونی شبکیه وقتی تولید میشه که مویرگ‌های خونی بسته میشند. در این حالت دید نامشخصه، زیرا ماکولا برای فعالیت‌های معمولی خون به اندازه کافی دریافت نمی‌کنه. متأسفانه تا کنون، من همیشه میگم تا کنون، هیچ درمانی که به طور مؤثر واقع بشه وجود نداره. این که میگم تا کنون برای اینکه از امروزه یک جراحی های عجیبی میشه روی چشم انجام داد که تا 10 سال پیش اگر به کسی میگفتی میگفت یک کمی مخش خرابه. حالا بریم سراغ رتینوپاتی منتشر دیابتی. این بیماری وقتی پیش میاد که بر اثر بیماری قند عروق خونی چشم، سیاه رگ‌ها، سرخ رگ‌ها و موی رگ‌ها تغییر حالت می‌دهند. همینطور موی رگ‌های خونی شبکیه و سطح عصبی حساس به نور در پشت چشم. در این حالت این عروق شدیداً صدمه دیده و بسته می‌شوند و در نتیجه عروق خونی جدید و غیر طبیعی و ضعیف و شکننده در سطح شبکیه رشد میکنند. متاسفانه این عروق جدید نمیتوانند به شبکیه خون برسانند. گاهی این عروق جدید خونریزی میکنند و خون وارد زجاجیه، به فرانسه بهش میگن ویتره، که مایع شفاف و ژله مانندی است که مرکز چشم رو پر میکنه وارد میشه و مانع عبور اشعه نورانی که باید به شبکه برسه میشه. اگر این خون مقدارش کم باشه باعث میشه که یک اجسام متحرک تاریک در چشم تولید کنه. در صورتی که
یک خونریزی وسیع میتونه کاملا دید رو بپوشونه، به طوری که فقط شخص میتونه فرق تاریکی و روشنایی رو درک بکنه، بیشتر از اون نمیبینه. رگهای خونی جدید میتونن نسوج غیر طبیعی رشد کنندهی درست کنند که باعث تولید بافت سختی میشه و شبکیه رو تحت فشار میذاره و در نتیجه تصاویر تار و درهم تولید میکنه. اگر این فشار زیاد باشه میتونه ماکولا رو جدا بکنه که منجر به کاهش دید گاهی شدید بشه، به افت دید گاهی شدید بشه. احتمال کوری هم هست. عرض کنم تو این شهر ما یک بیمارستانیه به اسم سن ساکرمان، مرکز چشم پزشکی شهر ما در اونجاست و جراحان و پزشکان بی نظیری درباره چشم پزشکی داره. بله، جراحی لیزر می تواند از خونریزی های رگ های غیر طبیعی تولید شده جلوگیری کرده، خطر خونریزی را کاهش دهد. این خونریزی می تواند جذب بشود ولی گاهی روزها، ماهها و حتی سالها طول می کشد. اگر خونریزی در زجاجیه در یک مدت قابل قبول جذب نشه یا اگر پرده شبکیه جدا شده باشه، یک عمل جراحی به نام ویترکتومی انجام میشه. در هنگام عمل جراحی جراح متخصص چشم خونریزی و نسوج تولید شده رو بر میداره و توسط لیزر از به وجود آمدن و رشد عروق غیر طبیعی جلوگیری میکنه. بعد اینو خدمتتون عرض میکنم که چه عمل چجوری. افرادی که دچار رتینوپاتی منتشر دیابتی شده اند ممکن است هیچ سمپتومی نداشته باشند تا موقعی که برای درمان دیر شده باشه. پس هموطنان عزیز، از شما درخواست میکنم که از سنین 40 به بالا، حتی اگر دیابتی کم نیستید، سالی یک بار به چشم پزشک. البته اینجا ما دو جور داریم، هم اپتیسیان داریم که آزمایش چشم انجام میده و نوره عینک میده، هم افتالمولوژیست داریم که پزشکه و متخصص چشم. اون پزشکر رو شما رو به راحتی نمیتونید ببینید، باید حتما پزشک خانوادگی شما رو معرفی کنه و درخواستتون رو به اون بیمارستان فکس بکنید یا خودتون ببرید تا بعد به شما وقت داده بشه و برید پزشک رو، متخصص چشم رو ببینید. بله، کجا بودم؟ بله، شبکیه ممکن است که صدمات شدید دیده باشد قبل از اینکه دید بیمار خراب شود. مطالعات زیادی ثابت کرده که کنترل جدی قند خون از امکان تولید خطر رتینوپاتی منتشر دیابتی خطرناک جلوگیری می‌کند. فقط آزمایشات چشم پزشکی میتونه تغییرات داخلی چشم رو نشون بده. اینجا باز یه پرانتز باز کنم. بسیاری از بیماران دیابتیکی که بنده باشون آشنایی داشتم فکر میکنن که اگر روزی دو تا قرص بخورن، معمولا متفورمین و یکی دیگه میخورن، فکر میکنن که دیگه همه چی درسته.
دیابت رو نمیشه درمان کرد ولی میشه کنترل کرد. میشه با نخوردن غذاهایی که تبدیل به قند میشن میزان قند خون رو پایین آورد. میشه با ورزش روزانه میزان قند رو کنترل کرد. این از هموطنان عزیز خواهش میکنم جدی بگیرید. چون مشکلاتی که بعدن پیش میاد بازگشت نداره. 90% کسانی که یک پاشون از دست میدن، یا اول از انگشت شروع میشه بعد به پا میرسه بعد به اونیکی پا میرسه، 90%شون اگر قندشون رو کنترل بکنند احتیاجی به قطع عضو ندارن. حالا نمیدونم، خواهش میکنم، التماس میکنم به سلامتی خودتون برسید، به بدنتون گوش بدید چی میگه. برگردیم سر داستان خودمون. اگر متخصص چشم پزشکی تشخیص داد که شما دچار رتینوپاتی دیابتیک شده اید، می توانید درخواست کنید، البته در استان ما می توانید درخواست کنید که آزمایشات مخصوصی به نام آنژیوفلوروگرافی یا یک توموگرافی مخصوص که به فرانسه بهش میگن توموگرافی کوهرانس اپتیک روی چشم شما انجام بشه تا مشخص بشه که آیا به درمان احتیاج دارید یا نه. اگر مبتلا به دیابت هستید باید حتما آزمایشات چشم پزشکی را انجام دهید تا در صورت وجود رتینوپاتی درمانهای لازمه انجام بشه تا دچار عوارض کمبود و افت بینایی نشید. اگر دچار دیابت هستید، کنترل دقیق قند خون و ملاقات مرتب با چشم پزشک به طور بسیار مهمی شما را از عوارض کمبود یا افت بینایی حفظ می‌کند. این آزمایشات چشم پزشکی باید حداقل یک بار در سال انجام بشه. اینجا کسانی که به همین بیمارستانی که عرض کردم مراجعه میکنند، خود پزشکشون به مدیریت بیمارستان گزارش میده، خواستم بگم به ادمنستریشن یا ادمنستراسیون بیمارستان، و مثلا خود پزشک می نویسه مثلا آقای ایکس بعد هر 6 ماه یک دفعه بیاد اینجا کنترل بشه و 2 هفته قبل از اینکه به شما وقت بدن در وقت شما باشه بیمارستان به شما زنگ میزنه میگه آقا شما فلان روز ساعت 10 صبح میتونین بیاین، یا اگه وقت ندارین 4 بعد از ظهر میتونین بیاین، یا بگین چه روزی وقت دارین که بهتون وقت بدین. حالا اگر جاهایی که همچین چیزی وجود نداره، خود بیمار باید مراجعه کنه به اپتیسیان، یعنی اونی که عینک میده، نوره عینک میده، یا متخصص چشم مراجعه کنه که چشم حداقل ته چشمش رو ببینن، مطالعه کنن. امروز خیلی راحت میشه قطعه میریزن تو چشم، مردمک باز میشه، عکس با نور از ته چشم عکس میگیرن، تمام عروق داخل چشم رو نشون میده. بله، بانوان دیابتیک باردار باید حتما در 3 ماه اول بارداری با چشم پزشک ملاقات کنند، زیرا رتینوپاتی در دوران بارداری به سرعت پیشرفت میکنه. پس از تشخیص رتینوپاتی دیابتیک لازمه که مرتبا آزمایشات چشم پزشکی انجام بشه. حالا بریم سراغ درمان رتینوپاتی دیابتیک. ادم، ما معمولا میگیم تورم، ولی تورم خالی نیست. ادم یعنی تورم و خیز، یعنی متورم شده و آب زیادی توشه، آب بیش از حد توشه. پس ادم،
ادم شبکیه با لیزر درمان میشه. این جراحی درمان با لیزر کانونی نام داره و متخصص جراحی چشم صدها سوختگی نقطه‌ای در ناحیه‌ای که شبکیه جدا شده در دور ماکولا که فکر کنم فارسی بهش میگیم نقطه زرد تولید میکنه که باعث میشه ترشحات مایعات و میزان اون در شبکیه کم بشه. این جراحی معمولا در یک جلسه انجام میشه ولی امکان داره که پزشک تشخیص بده که لازمه جلسه یا جلسات دیگری هم وجود داشته باشه. درمان‌های دیگری هم ممکنه لازم بشه همراه با این درمان. همونطور که عرض کردم احتمال اینکه بیمار بیشتر از یک بار به این جراحی احتیاج داشته باشه هست تا از ترشح مایعات جلوگیری بشه. این جراحی باعث میشه که دید چشم ثابت بمونه و احتمال کمکاری چشم یا افت بینایی رو 50% کم میکنه. اگر دچار کمکاری چشمی یعنی افت بینایی شده اید حتما این موضوع را با جراح چشم در میان بگذارید، زیرا امکان بهتر شدن آن هست. قبل از عمل جراحی تکنسین یا پرستار مخصوص دارویی به چشم شما می‌ریزد که مردمک را گشاد می‌کند. همچنین قطره‌هایی برای بی‌حس کردن چشم می‌ریزد. قسمت عقب چشم را هم ممکن است بی‌حس کنند تا بیمار راحت باشه. وقتی که بیمار روبروی دستگاه لیزر میشینه نور سالن رو کم میکنند و جراح یک عدسی مخصوص روی چشم بیمار میذاره. در طول عمل جراحی بیمار فلش های نورانی رو میبینه، مثلا برق میزنه تو آسمون اینجوری، که ممکنه باعث یک احساس سوزش بشه که احتمال داره ناراحت کننده باشه. پس از جراحی به علت گشاد بودن مردمک چشم که تا چند ساعت طول میکشه باید بیمار همراه داشته باشه که اگر میخواد بره خونهش اون همراهش رانندگی کنه، خودش نباید رانندگی کنه، چون درست مثل این که یک کاغذ نیمه شفاف جلو چشم میشه، همه چیز رو شفاف نمیبینه. پس از عمل جراحی بیمار باید عینک با شیشه تیره رنگ بزنه و تا چندین ساعت دید دقیق نداره و جراح معمولاً در 6 هفته پس از عمل بیمار را کنترل میکنه تا عکس‌العمل جراحی را ببینه. درمان رتینوپاتی دیابتیک از نوع فوتوکواگولاسیون پانرتینین. در 3 مرحله اول رتینوپاتی درمانی معمولاً هیچ درمانی رتینوپاتی دیابتیک معمولاً هیچ درمانی لازم نیست مگر اینکه خیز شبکیه وجود داشته باشد. برای اینکه بیماری پیشرفت نکند بیمار دیابتی باید میزان قند و کلسترول و فشار خون خود را مرتباً کنترل کند. همیهنان عزیز من بدونند که دستگاه هایی هست که خیلی براحتی در منزلتون
میتونین میزان قند کلسترول و فشار خونتون رو کنترل کنین. این دستگاه دیجیتال امروزی دیگه احتیاج به پزشک نداره، هر کی میتونه تو خونه خودش قندشو، مخصوصا دیابتی ها باید قند قبل از غذا و 2 ساعت بعد از غذا حتما کنترل کنه. بعد رتینوپاتی منتشر را هم با لیزر درمان می کنند. در این نوع درمان پزشک با لیزر بین 1000 تا 2000 نقطه را در شبکیه دور از لکه زرد یا ماکولا می سوزونه و در نتیجه عروق خونی غیر طبیعی رو از بین می بره، از فعالیت می اندازه. به علت زیاد بودن نقطه هایی که باید سوزانده بشن، ممکنه که بیش از 1 بار عمل جراحی لازم بشه. با اینکه بیمار یک افت بینایی کناری خواهد داشت، ولی این عمل بینایی او را نجات خواهد داد. این عمل باعث افت سبک بینایی و دیدن رنگ ها میشه، نه که اصلا رنگ ها رو نبینه، نه، اون دقتی که قبلا رنگ ها رو میدیده به اون دقت نمیبینه. این عمل بهتر جواب میده وقتی که هنوز عروق جدید شروع به خونریزی نکردند. بنابراین بسیار مهمه که بیمار دیابتی مرتبا آزمایشات لازمه را با گشاد کردن مردمک چشم انجام بده. حتی پس از خونریزی هم بسته به مقدار خونریزی می شود این عمل را انجام داد. اگر میزان خونریزی زیاد باشد، ممکن است به عمل جراحی که خدمتتون عرض کردم، اسمش چی بود؟ ای خدا یادم ویترکتومی، به عمل جراحی ویترکتومی احتیاج بشه. خب که خون موجود در مرکز چشم توسط یک متخصص شبکیه برداشته میشه. متخصص شبکیه فوق تخصص داره. درمان رتینوپاتی دیابتیک با داروهای آنتی وی ای جی اف، یعنی درمانهای آنتی وی ای جی اف برای درمان مشکلاتی مانند انحطاط ماکولا بر اثر بالا رفتن سن که عروق خونی غیر طبیعی در زیر شبکیه تولید میشه به کار میره. این عروق خونی به بیمار اجازه میده، بله، این داروها به بیمار اجازه میده، نه ببخشید، این عروق خونی بیمار، یعنی عروق خونی که مریض هستند، اجازه میدهند که خون و مایعات از جدار اونها خارج شده و باعث تورم و چین خوردن ماکولا، یعنی قسمت مرکزی شبکیه بشن، که افت بینایی ممکنه سریع و خطرناک باشه. چون این نوع درمان برای کم کردن ترشحات عروقی و جلوگیری از افت دید در انحطاط ماکولا به علت پیری موفقیت آمیز بوده، متخصصین چشم پزشکی از آن برای درمان عوامل دیگری که ادم ماکولا رو
باعث میشند هم استفاده میکنم. اگر افتالمولوژیست شما یعنی متخصص چشم شما تشخیص داد که به علت بیماری قند دچار رتینوپاتی دیابتیک بسته شدن سیاه رگ شبکیه‌ای یا مشکل چشمی دیگری شده اید و درمانهای دیگر مؤثر نبودند، می توانید از این نوع درمان استفاده کنید. در صورتی که چشم پزشک شما تشخیص داد، قبل از درمانهای دیگر هم می توانید از این درمان استفاده کنید. درمان با داروهای آنتی وی ای جی اف معمولاً با تزریق دارو توسط یک سوزن بسیار نازک در قسمت قدامی چشم انجام میشه. متخصص چشم اول چشم رو ضد عفونی میکنه که از عفونت‌های بعدی جلوگیری بشه و بعد از داروی بی‌حس کننده برای جلوگیری از تولید درد استفاده میکنه و بعد بالاخره تزریق انجام میشه. معمولا درمان چندین ماه طول میکشه و بیمار باید بارها تزریق داخل چشمی داشته باشه. امکان اینکه خطراتی با تزریق این داروها پیش بیاد کمه و بر اثر تزریق یعنی بر اثر فرو کردن اون سوزن در چشم نه دارو، ولی به هر حال در اکثر بیماران آثار مفید درمان ارزش مهمتری داره تا امکان کم خطر برای تولید مشکلات بعدی. عرض کنم حضورتون این خلاصه ای بود درباره رتینوپاتی دیابتیک که بنده سعی کردم به سادگی و کوتاهی خدمت دوستان عرض کنم که مواظب چشمشون باشن، مواظب پاشون باشن، مواظب بیماریشون باشن. انشالله که یک هموطن چشم پزشکی بیاد بتونه به صورت تخصصی در این باره صحبت کنه. خب برنامه بهداشتی امروز ما تمام شد. نمیخواستم خیلی سنگین بشه، میخواستم یه چیزی باشه که در سطح درک کسانی که مطالعات پزشکی ندارن بتونن کاملا از این برنامه استفاده کنن. خدمت رو عرض کنم که یک 10 دقیقه وقت مونده، اینه که من یک 2-3 دقیقه باز از همه دوستانی که محبت میکنن ایمیل میفرستند یا چیز چی میگن، خدا زیاد این چیزها رو وارد نیستم، تلگرام، از طریق تلگرام محبت میکنن، پیام میفرستن، بی نهایت متشکرم. اگر جواب نمیدن ببخشین، من تلگرام رو فقط بلدم اونجا بزنم که تشکر میکنه، یعنی یه علامت اینجوری میده که برای ما ایرانی ها علامت بدیه، ولی برای به قول آقای خراسانی برای کفار علامت خوبیه، علامت موفقیت. بیشتر از این بلد نیستم. بعد جوابم که میخوام بدم این تلفن لعنتی من یه چیز دیگه مینویسم، یه چیز دیگه میفرسته، چراش هم نمیدونم. بنده نسبتاً کامپیوتر ایلتریت هستم، یعنی اینا خیلی از مغز بنده باهوشترم. بله، باز تشکر میکنم و با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، برنامه رو به پایان میرسونم. اگر دوستان خواستن درباره موضوع خاصی صحبت کنن
میتونن از طریق ایمیل، از طریق تلفن یا همین تلگرام به بنده پیغام بدن، در خدمتشون هستم. البته 2 هفته ای هم فرصت بدن، اگرم بر اثر پیری دچار مشکلات چشمی نشدیم ولی دچار مشکلات حافظه این شدیم، اگر بعد از 2-3 هفته دیدین خبری نشد، یادآوری بفرمایید. خب، روز و روزگار به شما خوش. اگر عمری باقی بود، در هفته و هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. درود بر شما و همه شما رو به خدا می سپارم و اونایی هم که به خدا اعتقاد ندارن به خدای مذهب حقه پاناسونی که آقای خراسانی یعنی علم و دانش می سپارم. خداحافظ شما تا برنامه و برنامه های آینده. این چند دقیقه هم آقای بهبانی برای شما یک موسیقی جالب می زنن، یک چیز جالب می زنن تا آماده بشید برای برنامه شنیدنی آقای خراسانی. درود بر شما.